شب و روزتون بخیر. هر جای دنیا که هستید و ما رو با هر وسیله‌ای که تماشا می‌کنید با یک ویدیوی دیگر از هویچ با شما هستیم. گوچی یکی از قدیمی‌ترین برندهای لوکس جهان با سابقه نزدیک به یک قرن در صنعت مد به نماد ایتالیا در این صنعت تبدیل شده است. در ادامه این مطلب با هویچ همراه باشید تا داستان برند گوچی، نماد طراحی و تولید لوکس ایتالیایی را با هم بررسی کنیم. تاریخچه تأسیس. گوچیو گوچی جوان ایتالیایی متولد 1881 بود که پس از مهاجرت به لندن در سالهای ابتدایی قرن بیستم به عنوان خدمتکار و باربر هتل مشهور ساووی کار میکرد. گوچیو به کیف‌ها و چمدان‌های لوکس مسافران هتل علاقه‌مند بود و ایده طراحی و ساخت محصولات مشابه چرمی در همان سالهای خدمتکاری در ذهنش شکل گرفت. گوچیو در سالهای پایانی حضور در لندن بازدیدی از کارگاه‌های تولیدی چرم اچ‌جی کیو داشت تا با روند تولید این محصولات آشنا شود. گوچی با نزدیک شدن به سن 40 سالگی به فکر راه‌اندازی کسب و کار خودش افتاد و پاریس را به مقصد فلورانس، محل تولدش در ایتالیا، ترک کرد. گوچی اولین فروشگاه خود را در سال 1920 در شهر فلورانس تأسیس کرد و محصولات چرمی را در آنجا به فروش رساند. اولین مشتریان برند گوچی سوارکاران بودند که انواع لباس‌ها و اکسسوری‌های سوارکاری خود را از این برند تهیه می‌کردند. طراحی کفش‌های راحتی مشهور گوچی و همچنین رنگ سبز و قرمز مشهور این برند از همین زمان شکل گرفت که هنوز نیز به عنوان نمادهای اصلی آنها شناخته می‌شوند. پس از چند سال پسران گوچی با نام‌های آلدو، واسکو و رودولفو به کمک پدر آمدند و کسب و کار خانوادگی به شهرهای دیگر ایتالیا از جمله روم و میلان نیز گسترش یافت. محصولات گوچی در آن سالها شامل اکسسوری‌های چرمی با کیفیت مانند کیف‌های دستی، کفش و لباس‌های ابریشمی و بافتنی با طراحی ویژه و منحصر به فرد بود. نوآوری و گسترش کسب و کار. کمبود مواد اولیه در دوران جنگ جهانی دوم مانعی برای گسترش برند گوچی نبود. گوچیو با استفاده از موادی همچون کرباس و چوب بامبو محصولات خاص خود را در این سالها تولید کرد که بعدها به امضای این برند نیز تبدیل شد. در آن سالها نماد گوچی 2 حرف جی بود که با خطوط قرمز و سبز تزیین شده بودند. ستاره‌های سینما با پوشیدن محصولات این برند و ظاهر شدن در تبلیغات مختلف و مجله‌های مد و فشن کمک بزرگی به گسترش این برند کردند. نوآوری‌های گوچی در سالهای بعدی در بخش طراحی و ساخت آنها را به یکی از مشهورترین برندهای قرن بیستم تبدیل کرد که کپی کردن از طراحی‌هایشان بیش از دیگران بود. آلدو گوچی در سال 1960 طراحی ماندگار 2 حرف جی را برای برند عرضه کرد. در سال 1964 یکی از طراحی‌های ویژه این برند یعنی طرح پروانه‌ای برای پارچه ابریشمی عرضه شد که بعدها با اضافه شدن طرح‌های گلدار لوکس جایگاه ویژه‌ای در میان لوکس پوشان پیدا کرد. در سال 1970 و با عرضه چند محصول جدید در فروشگاه‌های گوچی شهرت این برند بیش از پیش شد. اولین مجموعه چمدان‌های سری رولز رویس بود و پس از آن ساعت، جواهرات، کراوات و عینک نیز به محصولات این برند اضافه شدند. طراحی داخلی خودرو. آلدو گوچی در دهه 1970 تلاش کرد تا بازار فعالیت‌های برند را به بخش‌های جدید گسترش دهد. او با برند خودروسازی AMC در آمریکا همکاری کرده و دنیای مد و لباس و طراحی داخلی خودرو را در مدل هورنت این شرکت با هم ترکیب کرد. خودروی بعدی که با طراحی خاص گوچی عرضه شد یک کادیلاک بود. این خودرو در نمای خارجی میزبان لوگوی مشهور 2 حرف جی روبروی هم بود. در سال 2011 برندهای گوچی و فیات برای طراحی و تولید فیات 500 به توافق رسیدند. بحران و بازیابی اعتبار. یکی از بزرگترین بحران‌های برند گوچی در دهه 1980 رخ داد و آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برد. ماریتیزیو گوچی پسر رودولفو پس از مرگ پدر در سال 1983 مدیریت برند را در دست گرفته و عمویش آلدو را اخراج کرد. آلدو در سالهای بعد به اتهام فرار مالیاتی چند سالی را در زندان گذراند. در ادامه ماریتزیو در مدیریت گوچی موفق نبود و در نهایت به اجبار سهام خود در برند را به شرکت بحرینی اینوست کورپ فروخت. ماریتزیو در سال 1995 به دست یک قاتل استخدامی به قتل رسید. یکی از استخدام‌های موفق گوچی در دوران بحران دان ملو بود که در سال 1989 به عنوان طراح لباس‌های آماده استخدام شد. ملو که از اعتبار خدشه‌دار شده گوچی اطلاع داشته و تلاش می‌کرد تا آن را بازیابی کند، تام فورد را در سال 1990 برای مدیریت خط لباس‌های آماده برند استخدام کرد. پس از 4 سال فورد به سمت مدیریت نوآوری گوچی رسید. گوچی در سال 1995 به طور رسمی وارد بورس شده و IPO خود را در بازار سهام نیویورک برگزار کرد. در سالهای پایانی قرن 20 تعداد فروشگاه‌های مستقل گوچی در سرتاسر جهان به 76 عدد رسید. در سال 1998 کتاب رکوردهای تاریخی گینس نام برند گوچی را به خاطر گرانترین شلوار جین تاریخ در لیست خود وارد کرد. این شلوار که با قیمت $3134 در میلان عرضه شده بود، طراحی پاره و نامنظم همراه با دانه‌های تزئینی آفریقایی داشت. موزه گوچی در فلورانس. ساختمان پلازا دلا مرکانزیا یکی از ساختمان‌های مشهور شهر فلورانس است که در سال 1359 ساخته و در سال 1905 بازسازی شده است. موزه گوچی نمایشگاهی دائمی از محصولات به یادماندنی این برند مانند کیف، لباس و انواع اکسسوری است. یکی دیگر از یادگارهای تاریخی برند گوچی در این موزه کیف‌هایی با دسته‌های چوبی بامبو است که به عنوان نماد نوآوری این برند در طول تاریخ شناخته می‌شوند. سالهای اخیر و وضعیت کنونی برند گوچی. هلدینگ فرانسوی پینو پرینتمپس ردوت که امروزه با نام کرینگ شناخته می شود در سال 2003 60% از سهام گوچی را خریداری کرد و تام فورد و دسوله نیز در سال 2004 و پایان قراردادهایشان این شرکت را ترک کردند. آخرین کالکشن طراحی شده تام فورد و با مدیریت دسوله در بهار سال 2004 عرضه شده و موفقیتی حیاتی برای برند گوچی بود. فریدا جیانینی در سال 2005 به عنوان مدیر نوآوری بخش لباس‌های آماده زنانه انتخاب شد. دفتر مدیریت اصلی گوچی در شهر فلورانس ایتالیا واقع است. بازاریابی دیجیتال. برند گوچی در سالهای اخیر حضور جدی در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی داشته و به برندی شناخته شده در این بخش تبدیل شده است. در سال 2017 این برند شاهد رشد 115% بود و ارزش درآمد حاصل از فعالیت‌های رسانه‌ای آنها به بیش از $61 میلیون رسید. برند گوچی در محتوای دیجیتال خود توجه زیادی به تصاویر و محتوای بصری می‌کند. آنها سرمایه‌گذاری زیادی روی بخش تجارت الکترونیک داشته و تجربه کاربران در ارتباط با شناخت محصولات از طریق وبسایت را نیز به مقدار زیادی بهبود داده‌اند. ممنون که تا انتهای این مطلب با هویج همراه بودید. نظراتتون رو در قسمت کامنت قرار بدید و بگید چه موضوعاتی رو بیشتر دوست دارید. هویج هواتون رو داره.